یک روز محض رضای خدا نیستش که بهشون اتک نشه. دوستان بانکی الان تو این گروه هم حضور دارن دیگه، میتونن تایید حرف بنده رو بگن. پس اینا نهایت قضیه نیست. بالاخره اونم متوجه میشه چرا همه بچه های ایرانی رفتن وی پی اس آلمانی گرفتن، از آلمان روت میزدن، وصل میشد به آلمان، از آلمان میزد به بایننس. بعد اونها قاعدتا طی یه بالاخره الگوریتم، یه چیزای الگوریتم فراد دیتکشن هست، پیدا میکنه و رندوم انتخاب میکرد، میبست اکانتو، میگفت برای من توی احراز هویتت بفرست. یه سری خب میتونستن یه از تصویر پاسی داشتن، میفرستن احراز هویتشون انجام میشه. الباقی تعداد زیادی از بچه ایرانی متاسفانه گیر افتادن، عددهای قابل توجه هم اون بردارن دیگه. حالا من هی میگم این خیلی ریسک داره ولی باید بعضی جدی نمیگیرن. خب شما سرور چی معرفی میکنید؟ والا ببینید خیلی سوال خاصی رو پرسیدید. خیلی من تاکید رو سرور خاصی اینجا ندارم و حالا بهتره که با صرافی کار کنید که کمتر بهتون گیر میدن، اما توی این حوزه سرور زیاد، شما میتونید خیلی خودتو درگیر سرور مثل آلمان نکنید، بیا برو سراغ سنگاپور، برو سراغ سنگاپور. سنگاپور سرورتون اونور هست. حالا تا الان من مشکلی ازش نشدم ولی دلیل نمیشه از اینجا به بعدم نداشته باشی. این کار ریسکیه، اما مثلا کشور این تیپی راحت تر میتونی ازش استفاده کنی. در حال حاضر هم هیت بی تی سی و اوکی اکسچنج حساب منو فریز کرده. متاسفانه این اتفاق میفته و تا زمانی که این بحث سانکشن داشته باشیم و داستان های اف ای تی اف این اتفاق خواهد افتاد. شما ببینید الان من میخوام یه اکانت ساده بخرم توی سایتی، اینجوری باید برم کلی هم کارمزد بدم. وای به حالی که شما دارید دیل میکنه، ترید میکنه. یه چیزی شبیه بایننس، چیزی پیشنهاد چیزه که مشکل نداره و خیلی لامه خیلی جذاب لامه این لامه. حالا اون تیکش نمیدونم که بایننس چقدر جذابه، یعنی منظورم اینه که چیز نداریم روش. ببینید یوبیت خوبه، یوبیت وبسایت خوبیه برای کار کردن. کلا صرافیای روسی رو برید سراغش اگر میخوای خیلی گیر نداشته باشی، اونا خوبه. ولی خب به هر حال اگه اونا هم آدمای شالاتانی هستند دیگه، فرد جمع کرد رفت، این همون دوزی بلاک شدن منابعتون میمونه. خب دوستان همچنان دارن سوال مینویسن، من ترجیح میدم همینجا سوالا رو جواب بدیم، انباشت نشه بره جلو. به خدا اگر میکروفونتون رو باز کنید سوال بپرسین سریعتر ها تا بنویسین. به دیسنترالایز ها، این صرافی های دیسنترالایز اونا خیلی بهتره. این چون اینا چرا اصلا مگه بایننس بعدش میاد از فول؟ بایننس چون داره توی امریکا کار میکنه باید تابع قوانین اون کشور باشه. یه صرافی های دیگه که در هر کشوری کار میکنن تابع قوانین اینا سنترالایز ها هستن. اون دکسا دیسنترالایز اکسچنج ها کمتر این مشکل دارن چون اصلا تابع قانون این تیپی نیستن که مربوط به یک کشور باشه، رو شبکه داره کار میکنه. خب یه 3 دقیقه ادامه بدیم بعد بریم یه استراحت بکنیم برگردیم. اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران معامله‌گران چیه؟ کسب اعتراض از منابع نامتبر، فومو، فود، عدم آشنایی با ابزارهای تحلیل و به صورت خاص تحلیل تکنیکال و تحلیل‌های غیر تکنیکال حوزه کریپتوکارنسی، مدیریت ریسک و سبد سرمایه‌گذاریشون، همون بحث کوریلیشن و ضریب همبستگی و استاپ لاس و تیک پروفیت و منابع مالی و صبر کم. اینا فقط تیتر ما با هم بخونیم بریم جلو. کسب اعتماد از منابع نامعتبر مثل گروه‌های پامپ و دامپی، الان دیدیم پامپ و دامپی‌ها خوب دارن کار می‌کنن، می‌زنن زیرش میره بالا، خوب میگیرن میان پایین، ولی تا شما بخوای بفروشی اونا با رباتی که میلیسان یا اوردر میذاره میفروشن در بین و بازار میان بیرون. نوسان گیران با ربات های معاملگی این کار رو انجام میدن. توجه به توییت های بی ارزش، خب یه سری آدم ها میان، اینفلوئنسرها میان درگیر این جریان میشن، پولای خوبی هم طرف داره میگیره.
و همین خاطر این توییت ها رو همه توییت ها رو جدی نگیرید، باید یه سری آدم های تاثیرگذار رو ببینید. بهترین هاشون توی همون لیست پولدارایی بود که توی دوره اول فصل سوم با هم مرور کردیم، یه سری اسم بود تو اونها بگردید. خرید شیت کوین ها و شرکت در پروژه های اسکم هست که اینها به شما ضرری هنگفتی میزنه. منابع خبری کم ارزش و هدایت کننده که دنبال اینن که مثلا یه چیزی رو پروموت بکنن، توی بازار بفروشن. فیلم آموزشی در مورد خبر، یعنی وبسایت های معتبر رو میتونید توی کانال یوتیوب هم ببینید، به انظام اینکه یه لیست کاملی از وبسایت های خبری و وبسایت هایی که تحلیل ارائه میکنن در دوره قبلی ما با هم دیدیم. حالا من یه بار دیگه میتونم اون لیست چیز رو اینجا هم بهتون بدم، دوستانی که حالا نبودن تو دوره قبلی، فقط این تیکر رو میتونم بدم ولی دیگه نمیخوام تو کلاس مرورش کنیم. یک سری وبسایت هست بچه ها که میاد تحلیل میده، رو CFD تحلیل میده، رو فیوچر تحلیل میده، رو کارنت پرایس تحلیل میده و معاملات اینطوری، تبدیل های اینها به یکدیگه و ذهن خودش رو داره. مثلا شرکت تحلیله، مثلا همین کارگزاری ها که یه تحلیل پایان هفته میدن، میگه انقدر پول حقوقی اومده، پول حقیقی رفته بیرون الی آخر. یه همچین چیزی هم توی این سایت های هست، سایت های معتبریه، از اونها همین مدلی میتونید خدمات بخرید. یکی از پس اشتباهات اینه که ما بریم دنبال چیزهای کم ارزش اینطوری، فومو فود. این دوتا استلار کی یادشه از دوره قبل؟ صدای منو داری دایی مهندس؟ فومو به نظرم بحث خرید و فروش هیجانی بود یکیش، یکم بحث ممنون آقای حقیقی که میکروفونتون رو من صدای باز من کردم. واضحه؟ خب گوش میکنیم آقای حقیقی. بحث خرید و فروش حقیقی هیجانی بود که ببخشید. مطرح کردید درست گفتم؟ و یکی اون بحث بله والها بله بود. بزنیم، من اول اینو بزنم دوباره نترسم. در خدمتتون هستیم. کدومش؟ بله، بفرمایید بفرمایید. بله ببین، بحث فومو فیر آف میسینگ آوت بودش که ما مثلا توی مثلا تو همین بازار یه دفعه مثلا این ترس به همون غالب میشه که مثلا همه میگن آقا 20,000 میریزه میشه 12، که نمیشه. بله ترس تمام فیر آف مود، فیر آف میسینگ آوت که ترس از دست دادن و از دست دادن فرصت که البته تو این فومو زمانیه که ما میریزیم شروع کنیم خرید کرد، ماها یعنی آدم های معامله گر میریزن این کار رو انجام میدن و خب این کار پامپ میمونه، ولی زمانی اتفاق میفته مثلا هنوز استارت نخورده، یه خرید انجام میشه، یه بالا میزنه، بعد فروکش میکنه، استاپ میکنه تا حرکت انجام بشه. و بحث دیگه ای که ما مثلا در مورد این کریپتو داریم بحث فوده که خب این چند تا عبارت چیز داره، عرض شود که fail uncentrally and adopt، فروش به دلیل توجه به اخباری که مثل روزنامه های زرد، سایت های زرد وجود داره، که یا مثلا این تحلیلگرای معمولی که میان میگن که آقا این تو این نقطه دیگه میریزه، من مطمئنم، خودم با ساتوشی ناکاموتو حرف زدم تو این مایه ها، دیگه میان از این حرفا میزنن و این باعث میشه که این تزریق این اطلاعات به بازار سهامدار و سرمایه گذار به حوزه کریپتو رو با همچین نوساناتی مواجه بکنه. خب من میکروفون دوستمونم ببندم. پس خرید فروش هیجانی درگیر شدن با روند والها هستش توی این داستان. ما یه وبسایتی رو قبلا با هم دیدیم در خصوص ترک کردن حرکت والها بود، دیدیم که چقدر تاثیر داشت روی بازار میذاشت و این قیمت زیادی رو جابجا میکرد.
والها قیمت ها رو بالا پایین زیادی انجام میدادن و میدیدیم که توی بازاری که بازار داره صعود میکنه چجوری والها دارن تو نقاط مختلف خرید میزنن، یا حتی اگر یادتون باشه که نگاه میکردیم مثلا رو 24 هزار اومدن، رو 14 هزار اومدن. بله بله آقای مهندس جوادی پور، دقیقا اگر دوست پشتیبانمون زحمت بکشه این لینک هم بالا قرار بده به اضافه چند لینکی هم من گذاشتم ممنون میشم، از روی این سایت میتونیم ببینید. من در خصوص این هم یه ویدیو توی کانال یوتیوب دارم. بعد خدمتتون عرض شود که عدم آگاهی به عملکرد آتی کوین و توکن، اینو که اصلا میخرن میبلش می اصلا نمیدونید چیه کاربرد توکنه، و این کاربرد توکنه اگر وقتی ندونم چجوری میتونم مثلا روش سرمایه گذاری کنم، این موقع کار عجیب و غریب زیاد میبینید تو این بازار. عدم آشنایی با اصطلاحات رایج در بازاره، چرا؟ چون وقتی که شما داری تو این بازار کار میکنی فومو و فود و نام بی تی اف دی و حالا اون واژه خاصه توش بود و رکت و خیلی اصلا یه دیکشنری داره، این یک دیکشنری بسیار بزرگی داره که تو کوین مارکت کپ خاطرتون هست یه قسمتی وجود داشت که این اصطلاحات رو گفته بود، اونجا میتونید همه اینا رو پیدا کنید. وقتی اصطلاح نمیدونه خب درکی هم راحت نمیتونه از متن داشته باشه. و خدمتتون عرض شود که عدم آشنایی با ابزارهای تحلیل هست، نرم افزار تحلیل تکنیکال من بهتون پیشنهاد کردم، ازتون خواهش کردم که حتما این کار انجام بدید. من دوباره این اسم این کانال aparat.com/servatyar این صفحه رو حتما مشاهده بفرمایید، کلی ویدیو رایگان گذاشتم، اصلا قرار نیست کسی پولی بده ها، با دیدن اونها و کلیک کردن روشون قرار نیست به من پولی بده آپارات، خیالتون راحت. یعنی شما که بزرگوارید، خیلی ها میان میگن که اینا رو میذاری که مثلا، گفتم نه، آپارات اتفاقا زمانی به کسی پول میده که دقیقا همه محتوا بر عهده خودش باشه، خودش تهیه کرده باشه. توی این مجموعه من حدود 10 15 تا ویدیو رو خودم تهیه کردم، صدای خودم هم هست، مربوط سالهای گذشته است در حوزه بازار بورس، الباقیش هم جمع آوری زحمات بقیه است، فقط من اونجا به اشتراک گذاشتم بالا برای 1000 ویدیو آموزشی، ببینید ازش استفاده کنید، برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید. بحث عدم آشنایی با ابزارهای تحلیلی که گفتم، تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو قوت قالبمون، حواسمون بهش باشه، روند بازار رو در نظر بگیریم، روند بازار با دامیننس بیت کوین همراه هست، درسته آلت کوین سیزن داریم اما بیت اگر خراب بشه همه بازار رو خراب کرده، الان بازار بالای 1 تریلیون دلار ارزش داره که حدود 62-63% مربوط به بیت کوین هست. تفاوت تحلیلگری و معامله‌گری، یادتونه گفتم یه تست MBTI بدید، امیدوارم این تست رو داده باشیم، فارسی انگلیسیش هست، و وبسایت اتاقهای گفتگوی معتبر که این هم در خصوص ویدیو توی کانال یوتیوب هست ازش استفاده کنید. شما بیت کوین تاک و ردیت از موارد خیلی کاربردی هستند در این حوزه. آقای جوادی پور گوش میکنیم، میکروفونتون بازه، فقط من یه لحظه هنسفری خودم بزنم که بازگشت صدا بقیه دوستان اذیت نکنه. بفرمایید، میکروفونتون بازه. خیلی